به محض تایید خبر درگذشت محمد رضا شجریان در بیمارستان جمع تهران، مردم به سرعت در مقابل این بیمارستان جمع شدند و یاد او را گرامی داشتند. به سرعت سیلی از پیام‌های تسلیت جاری شد و شبکه‌های اجتماعی چهره‌ای از اعضای عمومی به خود گرفت، از هنرمندان و اهالی فرهنگ، ورزشکاران، سیاستمداران و کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی داخل و خارج ایران تا دوستان نزدیک محمد رضا شجریان، همه به او ادای احترام کردند. شبکه‌های اجتماعی پر شد از قطعاتی از آثار او که همرسانی یا بازخوانی می‌شد. از جمله این صدای شهرام ناظری، یکی از اساتید دیگر آواز ایران که در فرودگاهی در خارج از کشور خبر به گوشش میرسد و چنین واکنش نشان میدهد. محمد رضا شجریان رفتنی نیست، او برای همیشه تاریخ جاوید و زنده است. بخشی از تصنیف مرغ سحر بود، سروده ملک‌الشعرای بهار با صدای شهرام ناظری به یاد محمد رضا شجریان. آهنگساز این اثر مرتضی نیداوود بود. خبر درگذشت یکی از برترین های موسیقی ایران در بسیاری از رسانه های جهان هم مخابره شد. در فضای رسانه های فارسی زبان اما هر خبر دیگری را تحت پوشش خود قرار داد. حتی خبر آزادی یکی از زندانیان سیاسی مطرح در ایران که پس از سالها حصر مداوم، اعتصاب غذا و بیماری شدید ریه سرانجام دیروز آزاد شد. نرگس محمدی پس از دیدار با خانواده‌اش و اطلاع از خبر درگذشت محمد رضا شجریان با خواندن همین ترانه مرغ سحر به محمد رضا شجریان ادای احترام کرد. در دیگر واکنش‌ها چهره‌های برجسته دیگر از جمله چهره‌های سیاسی مانند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی درگذشت آقای شجریان را تسلیت گفتند و او را هنرمندی محبوب خواند که یاد و آثارش هرگز فراموش نخواهد شد. این در حالی است که آقای شجریان در یک دهه گذشته اجازه کار در ایران نداشت و از این بابت گله‌مند بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در پیامی کتبی به همایون شجریان درگذشت پدرش را تسلیت گفت و رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران هم در توییتر پیام یادبودی در این باره منتشر کرد. همایون فرزند محمد رضا شجریان در پیامی به نمایندگی از خانواده شجریان در برابر بیمارستان جمع تهران گفت پیکر پدرش پس از برگزاری مراسمی در بهشت زهرای تهران به خراسان منتقل و در آرامگاه فردوسی و همجوار با مهدی اخوان سالس دفن خواهد شد. محمد رضا شجریان در سن 80 سالگی و پس از مدتی طولانی ابتلا به سرطان